درود میفرستم خدمت رفقای عزیز. برنامه هندی من رو تماشا میکنید. من در برنامه امروز میخوام براتون یه استند یا پایه مینی فرز بسازم، پایه برش برای مینی فرز. اما قبلش ازتون خواهش میکنم که این برنامه رو حتما سابسکرایب کنید و به دوستان خودتونم این برنامه رو معرفی کنید. لطفا تا آخر با من همراه باشید. اینجا من یه استند یا پایه دستساز مینی فرز دارم که مینی فرز روش سوار میشه و برای برش قوطی ازش استفاده میکنم، به این صورت که مینی فرز در اینجا قرار میگیره و شما باش برشتون رو انجام میدین. اما ایرادی که این استند داره و استندهای مشابه این اینه که به صورت طولی نمیشه باش برش داد و برش های محدود رو میشه باش انجام داد، به خصوص اگه شما میخواین یه صفحه چوبی رو باش ببرید کارتون یه مقدار مشکل میشه. یه مینی فرزی که امروز من میخوام بسازم یک استند اسلاید هستش، یعنی به صورت ریلی بر روی یک محور حرکت میکنه و ما مینی فرزمون رو روی اون ریل سوار میکنیم. قطعاتی که تو تصویر میبینید قطعاتی که من میخوام باش این دستگاه رو بسازم، چند قوطی دو در دو، تعدادی بولبورینگ و یک قوطی بزرگتر که الان توی تصویر نیست. خب دوستان، الان میخوام شروع کنیم به ساختن استراکچر اصلی ریلمون. برای همین باید دو طرفه قوطی های دو در دو مون رو سوراخ کنیم به اندازه قطر بولبورینگ هایی که داریم. شروع میکنیم به کار سوراخکاری. ابتدا البته قبلش با سنبه نشان گذاری میکنیم و بعد شروع میکنیم به سوراخکاری. با من همراه باشید. دوستان گرامی، همونطور که میبینید من تقریبا قسمت اعظم کار رو انجام دادم. این پروفیل بزرگیه که ریل رو حرکت میکنه. پروفیل های کوچیک دو در دو رو من سوراخ کاریشون رو انجام دادم و تموم شده. همونطور که میبینید از چهار طرف سوراخ شده، مهره ها تهیه شده، پیچ های متری رو من برش دادم و بولبورینگ هم آماده هستن. الان تنها کاری که میمونه اینه که این پروفیل های دو در دو رنگ آمیزی بشن و ریل تهیه بشه که بتونه به راحتی روی پروفیل بزرگتر حرکت کنه. اما وقتی که این ریل ساخته شد، یه قطعه به این صورت هم ساخته میشه به ریل، یا پیچ میشه یا جوش میخوره که مینی فرز روش سوار بشه. تا قسمت بعدی با من همراه باشید. اما قطعاتی که برای مونتاژ این استند ریلی نیاز داشتیم و من آماده کردم و ساختم. این ریلمونی که نیاز داشتیم، پروفیلمون که سیقل خورده و آماده است و اگر حضور زنده داشته باشید قرار بود بر روی پروفیلمون ما مینی فرزمون رو بر روی پروفیل سوار کنیم. و برای این کار من همون ابتدا بهتون گفتم که به یه قطعه مشابه این نیاز داریم که باید این بغل یا جوش داده بشه یا پیچ بشه تا مینی فرز بر رویش سوار بشه. خب به این منظور من این قطعه رو ساختم. این قطعه‌ای که میبینید رو من ساختم و این اینجا پیچ میشه، بر روی پروفیل پیچ میشه. اینم به عنوان یه تراز اینجا قرار میگیره تا اینم به عنوان تراز اینجا قرار میگیره تا مینی فرز رو بتونه زاویه مینی فرز رو تنظیم بکنه به خوبی. برای لولایی که ما در نظر داشتیم، انواع لولاها رو من امتحان کردم. بهترین کار اینه که شما به وسیله بولبورنگ لولا بسازید. من ابتدا میخواستم از یه لولای درب چوبی استفاده کنم که داخلش هم بولبورنگ هم داره و خیلی مناسبه، اما متاسفانه چه از این لولا چه از این لولا و هم بیشتر لولایی که داشتم استفاده کردم همشون دارای لقی هستن و به همین خاطر من دو تا لولای معمولی استفاده کردم. دو تا لولای معمولی خیلی لولای ساده و ارزونی هم هستش. فعلا از این میخوام استفاده بکنم. به هیچ عنوان وقتی دوتا رو به این پایه ها من پیچ میکنم به هیچ عنوان دیگه لقی ندارن. برای کف کارم دو صفحه لترون رو به هم دیگه، این صفحه که مشاهده میکنید دو صفحه لترون هستش، به هم دیگه چسبانده شده، پیچ شده به هم دیگه، زیرش رو پایه درست کردم. و هم برای پایه که روش لولا سواره از این چوبی که میبینید که چوب بسیار محکمی هم هست استفاده کردم. لولا روش سوار شده، ریل ما روی این لولا سوار میشه، لیمون داخل ریل میره و این پایه اینجا سوار میشه و مینی فرز بر روی این پایه سوار میشه. من همه اینا رو با هم دیگه مونتاژ میکنم
و در مرحله آخر بهتون نشون میدم. کار ساخت پایه ریلی ما به اتمام رسیده. من قطعات رو روی هم مونتاژ کردم و تقریبا کار تمام شده. نکته ای که میخوام خدمتتون عرض کنم در مورد تنظیم کردن و کالیبر کردن دستگاهمون هست. شما اگر این دستگاه ریلی رو بسازید که باید بسیار دقیق کالیبر بشه و چندین قسمتش باید کالیبر بشه، هم قسمت لولاش، هم قسمت خود ریل کارمون و همینطور خود مینی فرزمون، حتی دستگاه پایه معمولی مینی فرز که من یکی رو قبلا ساخته بودم، همونطور که میبینید این هستش، حتی موقع ساخت این هم باید شما کالیبر کردن و خیلی دقیق رعایت بکنید. همونطور که میبینید یه گیج این بالا من پایین درست کردم و یه پیچم این قسمت بالا برای اینکه مینی فرزمون کامل حرکت نکنه و به صورت عمود روی سطح کارمون فرود بیاد. چیزی که در فیلمایی که تو فضای مجازی است گفته نمیشه در مورد ساخت اینجور دستگاه، شما در فیلم ها میبینید که طرف میاد خیلی راحت قطعات و برش میزنه، سوار میکنه و تمام میشه میره و نتیجه کارش هم خیلی عالی در میاد، اما به این راحتی نیستش. شما باید خیلی دقت کنید توی ساختن اولین ریلتون، فاصله انتها ابتدا و انتهای ریل باید یکسان باشه، دستگاهتون، دستگاه مینی فرزتون باید داخل ریل خیلی راحت باید حرکت بکنه. اگر لغ بزنه داخل ریلتون باید با پیچایی که داخل پیچای تنظیم، این پیچا رو که میبینید، این پیچا رو انقدر به اصطلاح اندازه کنید، یک دور یک دور بازو بسته بکنید تا نه خیلی پروفیل داخل کارتون لغ بزنه و نه اینکه انقدر سفت باشه که حرکت نکنه. نکته آخری که میخوام خدمتتون عرض کنم در مورد کالیبر کردن دستگاه، باید جوری مینی فرزتون رو تنظیم کنید که دیسک برش به صورت عمود بر روی سطح کارتون فرود بیاد. برای این کار هم از یه گونیا استفاده میکنیم. گونیا رو کنار دیسک قرار میدیم و این پیچی که ما پشت سر به عنوان گیج تنظیم گذاشتیم و پیچای کناری رو تنظیم میکنید به جوری طوری که این دیسک برشتون به صورت عمود بر روی سطح کار قرار بگیره. بسیار خوب. دوستان گرامی، من الان میخوام این دستگاه رو تست بکنم. یه صفحه چوب بر روش گذاشتم. حالا میخواییم ببینیم که آیا برشمون گونیا در اومد یا خیر. تقریبا اگر مشاهده کنید کاملا گونیا هستش. دوستان گرامی، کار تست استندمون هم به پایان رسید. امیدوارم در برنامه های آینده هم با من همراه باشید. لطفا این برنامه رو سابسکرایب کنید و در برنامه‌های آتی هم با منده همراه باشید. خدا نگهدارتون.